به نام خدا. سلام، عرض ادب و احترام دارم. رهبر جمهوری اسلامی ایران در مصلا امروز در نماز جمعه با حضور عجیب و غریب مردم ایران و تمام مسئولین سخنرانی انجام دادند و خطبه های خودشون رو خوندن، بخش کوتاهی فارسی، بخش بزرگیش خطاب به مردم فلسطین، لبنان، مصر، اردن و منطقه. چند تا نکته خیلی مهم دارم که از سخنرانی رهبری، منتها همزمان تحلیلی داشته باشم از وضعیت منطقه تا متوجه بشید. دوستان خوبم در کانال تلگرامی پارتیزان دو تا خبر کار کرده بودن. مهمه که ما رصد داشته باشیم اتفاقات و تحولات پیرامونی منطقه رو تا درک درستی داشته باشیم از آنچه در حال رخ دادن هست. نکته اول، آقای ربات، ببخشید من بذارید این رو اصلاح کنم. خب، یکی دو نفر از افرادی که سمت نزدیک به ترکیه و اخوانی ها هستن اظهار نظرهای تو شبکه تویتری داشتن. یکیش عبدالله عظام هست. عبدالله عظام اشاره میکنه که به زودی در سوریه جبهه شمال فعال میشه. یکی دیگه از نفراتی هم که در واقع جزو تحریر الشام هستم یه چند توییتی زده. مسئله اساسی راهبرد آمریکا. ببینید من یه چیزی بهتون بگم همون ابتدا. تنش‌های بین ایران و اسرائیل، محور مقاومت و اسرائیل، یه مسئله ویژه داره. اینکه چین، روسیه، آمریکا، اروپا وارد در واقع اون فضای آتش‌بس، گفتگو یا حضوری که از افزایش تنش‌ها در واقع پرهیز کنه نمیشن، چون این واقعیت این جنگ این منطقه فراتر از یک تخاصم مثلا بین دو کشوره، مثلا مصر و لیبی ممکنه اختلافی بینشون به وجود بیاد، بیان ورود کنن و تلاش کنن که به جنگ منتج نشه، ولی این فراتر از اینه. برنامه آمریکایی‌ها این هستش که از طریق اسرائیلی‌ها بازوهای محور مقاومت رو به طور کامل نابود کنن، بعد سراغ ایران بیان. این برنامه راهبردشونه. یک زمانی اسرائیل نقش ویژه‌ای داشت برای آمریکایی‌ها، کنترل خاورمیانه، کنترل وضعیت نفت به نفع آمریکا، هر توافقی باید با رضایت آمریکا باشه و اون پتکش اسرائیل بود بر سر کشور عربی منطقه تا خارج از منافع آمریکا حرکت نکنن. امروز بارها گفتم نقش نفت متفاوت شده. آمریکا میتونه تا 20 میلیون بشکه نفت هم استخراج کنه، نیازش به نفت رفته کنار، خودش نفت داره. اروپا هم بخشی از انرژی داره از طریق دیگری، غیر فسیلی ها و تجدیدپذیرها جایگزین میکنه بخشیشو، و چین هم به همین شکله. یعنی اون رو کرد به نفت برای پترو دلار میره کنار، پترو تکنولوژی میاد جلو، پترو لیتیوم میاد، پترو انرژی های جدید، منابع جدید میاد. خب ما شاهد چه خواهیم بود در خاورمیانه؟ ساکس پیکوی جدید با در واقع طراحی که اون مقطع بریتانیا و فرانسه داشتن برای تجزیه عثمانی، ما شاهد خاورمیانه جدیدی هستیم که شکل اون خاورمیانه، مرزهایی که ترسیم شده و ایجاد کشورهای کوچک، کنترل خاورمیانه رو برای غربی ها خیلی ساده کرد، ایجاد کمربند آشوب و ناامنی و تسلط بر منابع خاورمیانه. الان هم همینه، بازوهای محور مقاومت رو میزنن، مسیرهای مواصلاتی رو میزنن، فرماندهان رو میزنن، زیرساختا رو میزنن و در واقع میرن به سمت اینکه اون نقطه ثقل مرکزی ایران رو هم در مرحله بعدی مورد تهاجم قرار بدن، مثل ترکیه ای که بعد از در واقع خیانت اعراب به عثمانی و فیصل و دیگران، عبدالعزیز، اینها رفتن به سمت ترکیه. البته ترکیه با اومدن کمال یک فضای جنبش جوانان ترک و ملی گرایی تونست بخشای رو حفظ کنه، به خصوص استانبول رو. اما مسئله اگر بتونن این بازوها رو قطع کنن، کشورهای خاورمیانه رو کوچک خواهند کرد.
کاملا تحت تسلط. سایکس پیکوی دوم رو رقم میزنن. برنامهشون اینه، یعنی این دعوای قرار نیست آتش بسی توش باشه، قرار از ذره خوردی باشه. اما این جنگ ایران نیست، فراتر از ایران ساکس پیکوی داره رقم میخوره، جنگ تمام منطقه است، کشور منطقه. حاکمان دست نشاندم دتن و خطبه رهبری در رابطه با مردم منطقه است. همیشه ما به مردم منطقه در واقع خطاب و مردم منطقه بودن، چون حاکمان اینجا به شدت دست نشانده بودن و اولویتشون بقای خودشون بوده. خب آنچه که اهمیت داره اینه که بدونیم ممکنه به زودی سوریه با درگیری بشه. امیدوارم آقای اردوغان به این سمت حرکت نکنه. من ویدیویی دیدم از رئیس سابق موساد که اشاره میکرد آقای اردوغان در ظاهر به ما فحش میده ولی بیشترین همکاری ها رو با ما داره. اگه آقای اردوغان به اون سمت بره دامان خودش رو هم میگیره که در سوریه نیروهای نزدیک به ترکیه وارد فازی بشن که درگیری های داخلی در سوریه ایجاد شه، اون وقت بخش عمده از محور مقاومت مجبور هست بیاد این و درگیر شه، اسرائیل امکان ورود به لبنان رو پیدا کنه. شاید از یک زاویه کوچکتر برای اردوغان مطلوب باشه تضعیف محور مقاومت، اما تو یک اشل بزرگتر گسترش نفوذ خط غرب و اسرائیل در منطقه در صورت سقوط لبنان و سوریه به صورت پازل در واقع دومینووار به سمت ایران و ترکیه هم حرکت خواهد کرد. این موضوع بعد فهمش به مسئولین ترکی برسه. اما مسئله بعدی حتما در ادامه این سیاست ها دنبال میشه، اهداف فرماندهان، دو خطوط ارتباطی مواصلاتی مثل مرز لبنان سوریه که الان تقریبا غیر ممکن کرده عبور خودرو رو با انفجارها و اهداف سنگینی که زد. ببینید سنگرشکن ها کمک میکنه به این موضوع دیگه، موشک های سنگرشکنی خب آمریکا نمیداد که تو این دولت دادن به اسرائیل، و هم برای زدن فرماندهان هم برای زدن راههای مواصلاتی، و تلاش میکنن در سوریه نقاط پدافندی رو بزنن، امکان ورود تسلیحات رو بزنن، خط پشتیبانی رو قطع کنن. این موضوع مهمه، اما این کار ساده ای نیست، کار ساده ای نیست. دو تا اتفاق همزمان. یک، محور مقاومت میلیون ها نیروی رزم میتونه بسیج کنه بر فضای ضد امپریالیست و مکتب تشیعش و محور مقاومتش، هر سه. تحولات آینده، تحولاتی که در اگر مصر بخواد کنشی کنه در داخلش تحولاتی داره، اردن به همین شکل، فضا خیلی ضد غربیه تو منطقه ما، ورود این کشورها به این بازی تبعات خودش میتونه داشته باشه براشون. نکته بعدی همین هستش که عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و کشورهای پیرامونی نقطه‌ای هستش که اگر حکم جهاد داده بشه نیروی رزم بسیار زیادی میتونه تزریق بشه و این بازی برای ترکیه برندهش ترکیه نخواهد بود. و جبهه شمال سوریه با گستره نیروی رزم زمینی در واقع خالی نخواهد شد. اما نقش جنگنده های روسیه در سوریه برای مهار این بازی بسیار مهمه. دیدید که اسرائیلی ها پایگاه هومس رو هم زدن، یه هشدار بود به روس ها از طرف آمریکایی‌ها که تو تحولات سوریه اگر بخواید نقش زیادی بازی کنید در واقع طرف درگیری ما خواهید بود. از نظر من اینه. پس اولویت حفظ بشار اسد و جانشینش برادر بشار اسد. امیدوارم این بار دیگه کوتاهی شکل نگیره. 3-4 ماه پیش توضیح دادم به هر حال به اونجایی میرسیم که مجبورم بشار اسد رو بزنن تا جنگ داخلی سوریه با تضعیف محور مقاومت و نبود آلترناتیو رنگ و بوی جدیتری بگیره. اینها میخوان بازوهای ما رو اول قطع کنن بعد سراغ ما خواهند اومد. قطع بازوهای منطقه ما کار سختی خواهد بود. الان میزان درگیری لبنان حزب الله با اسرائیل امروز خیلی تشدید شده، دو طرف دارن میزنن. من حتی دیدم سمت محله قصیر رو هم در اسرائیل زدن، سکونتگاه نتانیاهو. اخبار داره میاد که نتانیاهو شاید سکته خفیفی کرده باشه، تحت فشار سنگینی. پشتیبانی ایران بسیار مهمه، لحاظ نیروی زمینی، تسلیحاتی و تجهیزاتی. و من معتقدم به زودی ما شاهد حالا پیمانهای
آشکارتری بین ایران و روسیه خواهیم بود. تو پازل بعدی چینی ها این پیمان ها رو آشکارتر خواهند کرد، چون غرب تصمیمش رو گرفته و به دنبال کوچک کردن روسیه و محور ما هست. یک بار گفتم، یک بار نشد هزاران بار، دو بار روسیه خطا کرد، رفت تو محور متفقین و اوراسیا رو تضعیف کرد، کمک کرد به تضعیف عثمانی، کمک کرد به تضعیف ایران، کمک کرد به تضعیف کشورهای بلوک شرق. ولی فردای این جنگ آمریکایی‌ها و غربی‌ها پیکانشون گرفتن سمت روسیه. مسئله اینجاست که غرب به دنبال این بازی خواهد رفت. چرا نره؟ موفق بوده و تونسته دو قرن مسلط باشه بر بلوک شرق، حتما بازم این مسیر رو ادامه خواهد داد. و در نظم بعدی اتفاقات متفاوته. ما با یه آمریکای دیگه روبرو خواهیم بود، با یه روسیه دیگه، با یه چین دیگه، با یه ایران دیگه، با یه نظم دیگه. امروز در وضعیت پیش از نظم بعدی مهم هست که بدونیم این تازه شروع ماجراست. در داخل با ضرباتی که دشمن میتونه بزنه سرخورده نشیم. این جنگ یک مسیر طولانیه، از 2013 شروع شده، اوج داره میگیره و در دلش شکست ها و فتح الفتوحاتی وجود داره. مبادا با یک ضربه بیایم پایین، با یک ضربه بریم بالا، توی خط مستقیم و بسیار پر امید و قوت قلب بالا باید تحولات رو دنبال کنیم. و خودمون رو، من عطسه دارم استوب بزنم، ببخشید من رو، مدرسه ها شروع شد، سرماخوردگی های من هم شروع شد، چون دخترم هم سرما خورد و فکر کنم همه شما هم یه وضعیتی مثل من دارید. وجود رهبری مثل آیت الله خامنه ای چقدر کلیدی و مهمه، چقدر پشوانه و دلگرم کننده است، چقدر برای ما یک نعمته. وجود فرماندهانمون که عزم و اراده جدی دارن برای این روزهای سخت چقدر پرنعمته. برای مردمان منطقه ایران رهبری و اون دستی که میلرزید از نتانیاهو و این اقتداری که رهبر ما ایستاده و محکم داره صحبتاشو میکنه و خطاب قرار میده منطقه رو، تفاوت ها اینجاست. این جنگ اراده است، جنگ اراده هاست. دشمن توامنده، قدرتمنده، ما هم توامند و قدرتمندیم. اون طرفی برنده است که اراده رو محکم نگرداره. محکم تو سختی ها باید محکم باشیم. دو، روایت. وقتی خطبه عربی میخونه داره روایت صحیح آنچه که غرب به دنبالش هست و میگه رهبری. روایت مهمه. تاریخ در حساس ترین مقاطع خودش همیشه بهترین قاضیه. تاریخ چه کسانی در شرایط سخت در کنار وطنشون ایستادن، چه کسانی پشت به وطن کردن. امروز داریم میبینیم جمشید برزگر میگه به مصلای تهران حمله کنید و مثلا بکشید، بهتر از اینه که مثلا دانشگاه زده بشه یا زیر ساختا بر بمونه برا ما. این سطح از بیعقلی. ببینید همون روایت میگیم تاریخ بهترین قاضی، همینه دیگه. آماده ایم براش آماده ایم. خب تحولات سوریه مهمه، مراقب باشن، بشار اسد رو حفظ کنن. نقشه روسها در سوریه خیلی کمک کننده است، باید منتظر باشیم روسها در چه سطح اونجا نقش ایفا میکنن. مقاومت حزب الله لبنان به شدت کلیدیه، اینکه نتونسته وارد اون سرزمین بشه و تا الان نتونسته، تلفات گسترده‌ای داشته، به شدت جنگ سخت اونجا. من اشاره کرده بودم جنگ ما فرسایشی است، پاسخ میدیم، ولی این جنگ فرسایشی خواهد بود و ما توش بهترینیم. اونجا دو تا گذرگاه داره، کریات و الجلیل، اونجا جایی که تانک‌ها به راحتی هدف قرار میگیرن با موشک الماس. یه مسیر هم روستا به روستاست که اسرائیل دارن اونجا میان و اونجا انقدر کمین گذاشتن که طلای انفجاری اینا رو بیچاره کرده، در دستای 10 تایی 20 تایی 30 تایی داره تلفات گسترده بهشون میده. میزان خشونت اسرائیل بیشتر شده، چون تلاش میکنه با زدن فرماندهان و ویرانه و تلفات انسانی روحیه‌ها رو بشکونه یا به دنبال اهدافش برسه. آتش‌بسی در کار نیست. جنگ شروع شده، این جنگ از مرزهای ما دور هست، باید بیرون مرزها پیروز شیم وگرنه وارد مرزهای ما میشه. آیا اسرائیل پاسخ خواهد داد؟ به نظرم باید پاسخ بده دیگه.
اگه پاسخ نده توازن رو خواهد باخت. اگر پاسخ داد، پاسخ خواهیم داد. ما آسیب میبینیم، میتونه ضرباتی ما وارد شه. اونا آسیب میبینن، مسئله اینجاست که اونا میتونن به ما آسیب بزنن، ولی ما میتونیم اونا رو تموم کنیم. بسته به سطح درگیریه. ما به دنبال نیستیم جنگ به منطقه کشته بشه. بعد مهار کنیم طرحهای اونها رو تا اونها شکست بخورن. رهبری فرمودن نه منفعلیم نه هیجانی دیگه. یه چنین مسئله بود. ما جایی که صلاح بدونیم وعده صادقه، و جایی هم که صلاح ندونیم کارمون رو جلو میبریم. نه هیجانی نه منفعل. ما ایستادیم بر اساس صلاح آنچه که فرماندهان نظامی و سیاسی مشاورین تصمیم میگیرن، پاسخ میدیم، جلو میریم. پس اعتماد کنیم، هیجان بیش از حد نداشته باشیم. دوره بسیار مهمیه، پیچ تاریخی بسیار مهمیه، مهم مردم روزانه در رابطه با مسائل دنیا صحبت کنن، درک درستی داشته باشن. من یه ویدیوی تو تلگرام هم گذاشتم، یه ایرانی هموطن کم کلمات ناهنجاری در داخلش بود، ببخشید، داشت فریاد میزد، ساکن دانمارک، داشت فریاد میزد، میگفت فقط باید یه ایرانی در خارج از کشور باشی که بفهمی وقتی موشک‌های ایران خورد، پیامی که از لبنانی‌ها، مصری‌ها، سوئدی‌ها، دانمارکی‌ها، چینی‌ها و دیگر ملل دنیا میگیرید، چقدر داره این توانمندی ایران، قدرت ایران، شعف و شو در واقع اون هیمنه ایران رو صدا میزنه. و اونجا اشاره میکرد که مستم بابتش و دارم کیف میکنم. این 250 سال نبوده تو جامعه ما، سرخوردگی، شکست های پی در پی. ما نیاز داریم مرتبا پیروزی کسب کنیم تا جامعه ایرانی به المان های خودش افتخار کنه، بتونه هر جا میره بگه ایرانی ام و همه برش دست بزنن. این مسیر سخته ها، چاره نداریم، باید بریم. مسیر سخته. عشق آسان نمود اول، ولی افتاده مشکل ها. درست خوندم؟ نمیدونم. من نکتم چیه؟ تو این مسیر با یک درک عمیق از آن چه که داره رخ میده میتونیم با اراده بمونیم. نکته که رهبری دقیقا متوجهش هست وقتی با مردم منطقه صحبت میکنه، برای همینه که بگه ما ایستادیم، ما ایستادیم و چاره‌ای جز ایستادن نداریم و ایران پشت شماست، شما رو معامله نخواهد کرد، ما ایستادیم. بدونید عقب نشینی، چه موافق جمهوری اسلامی باشید چه مخالفش، ساکس پیکوی دومی رو تو منطقه ما ایجاد خواهد کرد. تجزیه میشه همونطور که عثمانی شد. کشورهای کوچیکو میبینید، سوریه، لبنان، یمن، این کوچولو کوچولوشون میکنن. دو تا کشور، سه تا کشور، چهار تا کشور، لیبی رو میبینید، سودان رو میبینید، برنامه اینه. اما ما دستمون پرتره، فقط باید بایستیم کنار هم، با اراده جلو بریم. اراده آن چیزیست که رهبری امروز در خطبهشون به مردم منطقه اشاره کردن. ایستادگی همونه، در کنار هم بودن همونه. رهبری فرمودن توی خطبه‌هاشون این درک باید به منطقه ما داده شه که این جنگ، جنگ همه ماست، نه جنگ ایران اسرائیل. فکر نکنید جنگ ایران اسرائیل یا ایران آمریکاست، این جنگ همه ماست. غرب به دنبال تسلط بر این منطقه و کوچک کردنش و سایسپیکای دیگری است. این موضوع بسیار مهمه. تحولات رو دارم رصد میکنم، سوریه، لبنان، وضعیت سخت، پیچیده، درگیری ها سطح بالا و اتفاقات سرعت بیشتری خواهد گرفت و افقی از آتش بس و صلح در منطقه نیست، چون بزرگان هم میبینید ورود نمی کنن برای چنین چیزی. این جنگ فراتر از یک آتش بس است، این جنگ فراتر از یک توافق کوچک برای پرهیز از جنگ است. این جنگ برای نظم بعدی دنیاست و پیچیدگی ها، تلفات، دستاورد ها و روزهای سخت خیلی زیادی در امتداد خودش خواهد داشت. براش آماده باشیم، براش بیستیم، عقب نریم و آینده خودمون رو، بچه هامون رو در دل این تحولات بدونیم. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.